بله، من متولد شهر تهران هستم. شهر خودم میدونم، خیلی هم دوستش دارم، علیرغم اینکه الان یه مقداری خراب شده و زیبایی قدیم خودش از دست داده و نه هرچی خونه‌های قدیمی رو خراب میکنن و برج میسازن، بازم هنوز زیباییش هست و شاید مقدارش به خاطر این کوه البرز باشه که من عشق میورزم. برها به تمام خیابوناش، همه جاش بر من خاطره است، جنوبش، مرکزش، شمالش. متولد 7 فروردین 1326 در یک خانواده هنردوست و هنرمند و کودکی بسیار خوبی داشتم. در دامان یک خانواده بزرگ شدم که موسیقی توش تقریبا 24 ساعته بوده و خوب یادم میاد که ساعت 5:30 صبح من بیدار میشدم. پدرم دکتر غلام علی فرهت هم پزشک بود و هم قاضی دادگستری و موسیقی براش یک هابی و یک عشق مدام بود و هم اون و هم برادر بزرگترش که عموی من باشه، ابراهیم فرهت که پدر هرمز فرهت، آهنگساز پایونیر ایرانی است. اینا هر دو، هم پدر و هم عمو، شاگرد درویش خان بودن و من موسیقی ایرانی رو از قبل از اینکه برم دبستان، من در 6 سالگی رفتم دبستان، ولی من یادم میاد که 4-5 سالگی عاشق موسیقی ایرانی بودم و پدرم هم که خب چیزایی هم که گوش میکردیم و در منزل ما بود، ردیف دستگاهی بود و آواز استادان قدیمی که حالا بنان جدیدترینشون بود، تاج اصفهانی بود، قمر ملوک وزیری دیگه، پدرم خیلی به آواز او علاقه داشت. از همه مهمتر سولو نوازی های استادای قدیمی بود که پدرم خیلی دوست داشت. یادم میاد به خصوص علاقه داشتن به سنتور مرحوم حبیب صبایی که متاسفانه همیشه پدرم میگفت ضبط زیاد ازش نیست، فقط با اون چند نمونه‌ای که با خواننده معروف پروانه ضبط کرده بودم از بچگی یادم میاد و من به هر حال با موسیقی ایرانی اول آشنا شدم. دستگاه‌ها رو شناختم، تشخیص دادم، گوشه‌های معروف در همون بچگی یاد گرفتم. البته بعد خوب یادم میاد که کلاس اول دوم دبستان بودم، یادم میاد که ما تابستان ها می اومدیم به شمران، یلاق اصلا، و سالهای 30 بود. رادیو موسیقی رو داشت پخش می کرد که من یه مرتبه همونجا مخکوب شدم. بخواستیم بریم با همبازی رو بازی کنیم. اینو خوب یادم هست، خاطرات عجیبی. حالا من خاطراتیست که زندگی من عوض کرد. هیچی، من همجور ایستادم ببینم عاقبت چی میشه، موزیک به کجا میرسه. و بعد گوینده اعلام کرد که شما اوورتور فیدلیو اثر بتوون رو شنیدید با اجرای ارکستر ام بی سی به رهبری آرتور توسکانینی. من دیگه موندم ببینم بعد چی میشه. قطعه دوم رقص مجار شماره 1 در سول مینور اثر برامس بود و قطعه سوم، قطعه دانس مکاب یا رقص اموات اثر سنسانس بود و قطعه چهارم پولکا از اپرای نامزد فروخته شده اثر اسمتانا بود. من همونطور که میشنیدم عاشق این قطعات میشدم. خب حالا چیکار کنیم؟ اینا رو از کجا به دست بیاریم؟ دیگه از اونجا شروع شد داستان دیگه. من خواستم ساز بزنم و من عاشق پیانو بودم و شهرون هم میبینید تو هر اتاق اینجا یه پیانوه، حالا اینجا که شما دو تا پیانو میبینید.
عرض به حضورتون که اینطوری کاریر موسیقی من شروع شد و حالا داستان اینو بارها گفتم ولی جالبه براتون. گفتم میخوام پیانو میخوایم بخریم. اومدیم به پدر و مادر گفتیم که خب برای ما پیانو، میخوام پیانو بزنم. پدرم گفتن که به ساز ایرانی علاقه نداری؟ گفتم که من میخوام پیانو بزنم. گفتن باشه، اگر تو توی امسال سال پیش شاگرد دوم شدی باید شاگرد اول بشی تا ما برات پیانو بخریم. خیلی خوب کار کردم که شاگرد اول بشم به خاطر پیانو. بعد یادم میاد که رفتم کارنامه رو گرفتم، اون موقع کارنامه رو میدادم بس پشتشو پدر یا مادر امضا کن. هیچ، دیدم که از مدیر مرسه پرسیدم خب من شاگرد چندم؟ گفتش که خیلی خوبه، به تبریک میگم، شاگرد دوم شدی. من خیلی ناراحت شدم، اخمام رفت تو هم و گفت چرا ناراحت شدی؟ من حرف بعدی گفتم نه، الان داستانش رو شما نمیدونید. اومدم خونه و پدر از اداره آمد و گفتش که خب چی شد، کارنامه گرفت؟ گفتم بله. گفت شاگرد اول شدی؟ گفتم نه پدر، من شاگرد دوم شدم. گفت حالا مهم نیست، حالا انشالله سال دیگه یا سال اول یا سلس آینده. خیلی ناراحت شدم با اخمام تو رو. مادرم هم گفت ناراحت نباش، بالاخره شاگرد اول میشه و پیانو رو برات میخره. رفتم تو اتاقم دیدم پیانو هستش.